جرم تانمی است که افغان بودین. جرم ما که افغان هستیم. چرا جا آمدین؟ میگه با شما این مملکت حرام است. ما خدمت کارگری میمونه باشیم چون بدبخت میشین شما. کل کار دست ماست. ببخشید کسافدانی، گاودانی، سگدانی، خردانیشان کل دست ماست. بیا ما خاموشیم، جنگل ما خاموشیم. دیگه کل دست ما از سر ما آباد شدن، ولی کش میکنن دیگه. افغانی چه عزت نیست. افغانی چه عزت نیست. افغانی چه عزت نیست. اینه. من چی میگم یک شب تق تق شد، گفتم کدوم منده بالا است، بچه هاست کدوم خاموش شد. او الگانس، موتورسیکلت، اتوبوس قطار، دیدم کل آدم پور داره نشان. کل وقت و چرخ زن و بچه از جره مجره، همه پاسپورت، کارت، برد اردوگاه. انسان پرنده نیست تا به هر کران که پر کشد برای او وطن شود. سرنوشت برگ دارد آدمی. برگ وقتی از بلند شاخه از جدا شود، پایمال آبران کوچه ها شود. و خداوند این وضعیت از سر کل ما شما کم بکنه. و واقعا زیادتر افغانای ما شما در کشور ایران اذیت میشن، فامیلا، بچه ها و زیاد اذیت میشن، کسایی که حداقل به خاطر یک چند روپر رفتن که کار بکنن، زحمت بکشن، چون شرایط وطن قسمی است که فعلا کاروبار نیست، امنیت است ولی کار نیست، فقط به خاطر کار رفتن فامیلا. پدر جان، بیام از طرف ماشالله جان رحیمی برادر ما سیبیس برتان امروز قالین، سه تا کمپل، فرش، ترپال و توشک برتان تقدیم میشه. خداوند خیر بتشان، جا در تشکری بکنیم ازشان. خداوند خیر نصیبشان بکنه که امروز یک سرپناه، یک چیز ناچیز به این فامیل کمک کردن. خداوند در سرنشان برشان کمک کنه. تشکری باید باشه جانم، تشکری میکنم خانه آباد، واقعا ممنون، سپاسگزاری میکنم. فقط اینو میگم برایشان، خداوند عجبتشانه خانه آباد، خدا برکت زندگی مالشان به تیلا پروردگار، هیچ وقت خار نشوند. تشکر، سپاسگزاری میکنم. مهربان نام خداوند بخشاینده و مهربان. بینده عزیز سلام، هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سر حال باشین و از گزند روزگار در امان باشین. بازم شما را خوش آمدید میگیم به یکی دیگر از برنامه ما، و ما محمد رحیم نیکزاد بازم در خدمت شما قرار گرفتیم و ما دقیقا در جای قرار گرفتیم که در تاریخ اول اگست اینجا سیلاب آمده بود و ما همراهی فامیلا زیاد کمک کردیم. قبلا خداوند خیر بده آقا بیادر که همراهی فامیل زیاد کمک کردن، زیاد همکاری کردن، و جا دار تشکری بکنیم از تمام دوستای خیره که همراهی فامیلا همدردی کردن و در شرایط بد دستشان گرفتن. خداوند خیرشان بده. و ما امروز خبر شدیم چند فامیل از ایران رد و مرش شدن و آمدن. قسمی که شما در بک‌گراند ما میبینین، امی اهالی امی منطقه، کسایی که اینجا هستن زندگی میکنن، برای اینا یک خانه درست کردن، یک خانه طرف درست کردن و فکر کنم یک خانه او طرف است، چون اینا جای بود و باش نداشتن و امروز برشون خانه درست کردن و ما آمدیم از اینا دیدن بکنیم، از زبان خودشون بشنویم که چقدر مشکلات ها را سپری کردن، که چقدر وقت در ایران بودن و چی روزای سرشان تیر شده، روزای بعد خود ما شما میفهمیم کسایی که مهاجر هستن، دور از وطن هستن و این شرایط بعد سپری کردن. و تا آخر برنامه با ما همراه باشین، میریم از زبان خودشان میشنویم که چقدر وقت میشه در ایران بودن و چه قسم رد و مرز شدن و کدام مشکلات را سپری کردن. سلام علیکم پدر جان. علیکم. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ بخیر باشین. شما خوب هستین مادر جان؟ بخیر هستی ان شاء الله. خوب هستی؟ بخیر باشین. پدر جان از ایران رد و مرز شدین؟ بله، ایران رد و مرز شدیم 12 بعد شب.
شب برسر سر ما آمده لباس جان ما بود که امرو برای جان جان ما کردن نمان دیگه ما رو شور خوردن نمان تمام زندگی ما مانده سر تنها دیگه همه سر جان خود دیگه کشیدیم دیگه هر چیزی که داشتیم دیگه پول پیسه داشتیم کلکش اونجا مان خودت خبر داره که نمیمانه که دیگه پای خود اونجا بانه چه خبر در ایران بودی پدرشان؟ ما یک سال شد که رفته بودم دیگه بعد از یک سال دیگه شب دیگه اومد 12 بجه شب دیگه ما رو دیگه گرفت راه مارکت در مدت یک سال چی کار میکردی؟ دیگه سر شهردار بودیم مطلب کار میکردیم شهرداری هم کار کردیم برای هر جا کار میکردیم مطلب سر کار بود دیگه مطلب دیس پیسه ما رو کدامش میداد دیگه نمیشد دو ماه یک جا کار میکردیم برو میگه پیسه نیست تو شما رو میرم راپور میتم دیگه شما رو رد میکنه اینا می کارم دیگه از اینجا ده اینجا دیگه بی پول اومده نمیشد دیگه مجبور دیگه اومده دیگه گرفت دیگه و در مدت یک سال چقدر مشکلات سپری کردی خودت؟ بسیار مشکلات سپری کردیم برادر خان خود خبر داره که شهر غربت بسیار یک شهر مشکل است برآمده نمیتونستیم سر کار که بودیم من دیگه همونجا خواب بودیم دیگه بیرون که میبرآمده دیگه میگرفته دیگه از اونجا دیگه هیچ جا نمیرفتیم یعنی شب دیگه سر ما اومد دیگه ما رو دیگه در حد مرکز نه چیز پول آوردیم نه چیز آوردیم دیگه چهار تا یار دوست بود دیگه پنج چهار بر ما دم راک دیگه کرای رام ما رو دیگه داد دیگه خلاص دیگه چیزی که سر کارگرا بود ما رقم دیگه پول ما دیگه اینجا ما اذیت میکرد شما را لاتکوب میکردن یا فقط نه فقط از جای خواب ما بلند کرد و از تمام زندگی ما را دست بردار کرد بیرون کرد هیچ چیز نماند وسایل خانه تا نبیگیریم نماند که ما یک لباس برای بچه ها ما میگرفتیم اینه نگاه کن لوج همه تو کشیدیم از خانه بچه ها که باز مکتب میرفت یا نمیرفت؟ اینا میرفتن درس میخوندن اونجا درس میخوندن؟ درس میخوندن تازه با شروع شده بود که دوباره درس برن بخوانن نشد وقتی اینا درس میخوندن در صنف یا صنفی هاشون آزارشون نمیداده که تو افغانی هستی چی میکنی؟ نه آزارشون نمیداد خوب بودن اما حکومت سر ما ظلم کرد باز خودتان چی کار میکردین مادر جان؟ خود من همه بازیافتی این چیزا جمع میکردیم و پاک میکردیم اشکال این چیزا جمع میکردیم فاز خیلی خوب است. خوب است. خوب این طرف بیا کم. ببخشید. خب چه خبر خوشت در ایران بودی خدا الله؟ من 9 سال بود ایران بودم. 9 سال؟ 9 سال بله 9 سال. یعنی بعد از 9 سال در وطن اومدی. حالا اومد بچم کلی مکتب می‌خوندن، کلی درس ما کارت داشتم، کارت کارگر داشتم. خب کلی مجهز بود. اومد شد داخل خونه یک بجه شب و از خونه مورد کشی دیگه. خب کارتم داشتی بس. کلی کارتم پیش بس. بعد خب پیش بس. کل مکتبی کارت کل پیش بس. کلی مال مکتب بود. خب باز کارت هم داشتید چرا نگفتید ما کارت داریم یه دید خانه شو دید آقا کارت ما از کارت کارگری مدرک هایم شما اصلا خودش گفت که بریم اونجا الهی میشی با ما را برد با متری کرد گفت نمیچله گفت آقا کارت دارم مکتب میخوان کارت مدرسه دارم بچه‌ام کلی مدرک هاشون کامل است از ما کامل است باز باور نکرد او جان برد گفت کاش کو ببرشون به خود این انت لو چه پوجا مدم لو چه پوجا مدم این زندگی ماست این خانه رو فکر کنم که همه دوستا برتان درست کردن. بله بله موی بلا جان. طرفه بس جمع کرد از بنده خدا تیم چه بریم خشت بریم خرید بریم جوری کردن حالا. فرند تلفن نه گله مست طرف پلیس نیست که فامیل ما است بچی ما است مختلف مختلف بچی ما است یانگی ما است. دیگه این بنده خدا این بنده یک ما بود این شوال کار میکرد. کل ده کشید دیگه. چند فامیل با شما رد مرد شد؟ زیاد مردم بودن. زیاد از صد خانه بسیار بودن. کل فامیلی ها بودن؟ فامیلی مجرد کل پاسپورت ویزا قبول نمی کرد کلش کش کرد نه خود من این کارت من است این کارت که من است که بیادر کارت سبز که میگن برای کارت سبز که میگن مالی مکتب خودی این خود از این ویزا است این خودی پاسپورت است هی سال پیش خودی پاسپورت ویزا است غیر از این دیگه مدرک دارم مالی از مکتبشان کل کاراشون دارم کارت کارگری کارتی که سرشماری میگه که تردد کلش این همه جا است مثلا کنید گذارتون بیمام داشتم اگر نیمه بیمام داشتیم بیمام داشتم و این کلش کارت هست نام خدا کارت داشتیم من نمیدانم خلاص افغان یعنی در کل سر افغان از جاد ظلم میکردن دیگه گفتم فقط من پیش آمده گرفت چشمه پلستر کردن لطکو دیگه نه دیگه
مکتبشان است، یعنی کار کارگری مثل دنیا جان ما آزاد کار میکردم، آزاد کار میکردم، آزاد از ماده ماده ماش می دولت می بره میداد، یعنی کارت ماست، کارتای ماست. یعنی گفت که دیگه شما باید اخراج شوین. گناه ما چیسته که فلکات زمستان میشه سرپناه نداره موج ما بدبخ هستیم آواره هستیم گپان ما نمیفهمیم، باید اخراج شوین. اخراج شوین یک مدرک بود قانونی بود، کل قانونی مکتب یکی باشه غیر از کارت سر شما یکی باشه بیخی آزاد هستی. به خدا نه باز دیگه رحم نکرد فلکا سی و سرا خودم شش دفعه خودم پریشان کردم خودم از اینجای از این کار من نمیتونم کار زیاد این دختره که من شش بار جگرش عمل کردم جگرش این برج سه میم سال برج سه پنج بس پنج پنج باز پریشانش کردم شکم میشه بگو قرضدار اوگار از او بگی بدبختی پریشان شش بار پریشان کردم بره شش بار میگم خدا کمک ما کنه دیگه. و جرمتون همین است که افغان بودین؟ جرمم که افغان هستیم چرا جو اومدین؟ میگه با شما این مملکت حرام است، ما مسلمان هستیم، ما کارگری میکنیم تو زین. میگه نه شما قطعاً نباید برگشتی باشین، شما برگردین. چرا افغانی جمیان کشور ما شلوغ کردن آقا جان؟ چی شلوغ؟ ما خدمت کارگری می امانه باشیم شما بدبخت میشین. شما کل کار دست ماست، میبخشی کثافت‌دانی، گاوداری، سگدانی، خردانیشان کل دست ماست. بیا برو ما خاموشیم جنگل، ما خاموشیم دیگه، کل دست ما از سر ما آباد شدن ولی کش میکنن دیگه. ظلم نیست؟ مدرک باشه، قانونی باشه، دولت که صف شده باشه، وقتی مرز میکنه دیگه دست ما دست خداست دیگه. او برحمیسته. حالا که دوطن برگشتی چی احساس داری بعد از دو سال که دوطن آمدی؟ آمدم ظلم میکردن به جماعت، اردوگاه ظلم میکردن، آب نمیداد، نان بیشی پاشو فلانی دشمن با ما میکردن. آمدم مثل مرد قارون سه بوسه خاکش کردم. آها. خدا اینو به قبله استم. از خاک سه بوسه کردم. او بنده خدا ما شده مال. از خاک سه بوسه کردم. او بنده خدا ما شده مال. آزار اونجا که هستیم دیگه پازولانه که کار نداشته باشه پاز اشکل است، زولانه است، میترسی اینجا من پاشه خود کسی پیش شب و روز کسی هیچ آزاد. شکر خدا که وطن خود هستم. این به خود اینه رفتم کلی کالا آمدم دلم ایخه بود دلم ایخه شد اونجا میترسی تن خود تن کنی سر تا گپ میزنن دشمان میکنن ریشخند میگیرن که ریش داشته باشه ریشخند میگیرن خودشان ریش داره خودشانم اگه ما ریش باشه ریشخند میگیرن. میگوی افضل الحمدلله اینجا وقت آرام آرامی است، مسلمانی است، قدر عزت هست، احترام است، دی احترام است، دی احترام است. اوجا نیست، اوجا نیست. یعنی با افغانی چه عزت نیست، نمیتن دیگه. نیست. و نیست. از این خوشحال هستیم که دوباره به وطن آمدی. خوشحال هستم. و ناراحت به این هستیم که تمام دار و ندار زندگی تموم شد. خط ناراحت هستیم که زندگی ماند. خدا قسم من یک روپه از نگرفتم آماده باشم اونجا مثلا گرفته باشم یا اموال خانه یخشان داشتم گاز زندگی کلر کرته ایزار مثلا ما میگم دریشتی پتلون مثلا چبله هیچی نداشتیم ما هیچی نداشتیم ما همه شجا ماند کلن ماند اونجا اینه من چی میگم یک شب تق تق شد گفتم کدام منده بالا هسته بچه هسته کدام خامخه شد او الگانس موتورسیکلیت اتوبوس قطار دیدم کدام آدم پور داره نشان کل وقت و چرخ زن و بچه جرم و جره همه پاسپورت کارت بود اردوگاه کنون لین کنگو لین یکسو بیکار لکسون کار لکسون با لین شدیم ما باید میدرد کرد بریش با دیگه ولی واقعا زیاد جگرخون شدیم. امونگا پس میگه انسان پرنده نیست تا به هر کران که پر کشد برای او وطن شود. سرنوشت برگ دارد آدمی، برگ وقتی از بلند شاخه جدا شود پای مال آبران کوچه ها شود. و خداوند این وضعیت از سر کل ما شما کم بکنه و واقعا زیادتر افغانای ما شما در کشور ایران اذیت میشن، فامیلا، بچه ها و زیاد اذیت میشن، کسایی که حداقل به خاطر یک چند روپه رفتن که کار بکنن، زحمت بکشن، چون شرایط وطن قسمی است که فعلا کاروبار نیست، امنیت است ولی کار نیست، فقط به خاطر کار رفتن فامیلا. خب بیا خداوند خیر کنم و امروز جا دار تشکری بکنیم از ماشاءالله جان رحیمی از سوئیس که به این فامیل سه تا کمپل، قالین، فرش، ترپال و چهار تا توشک کمک کردن و انشالله امروز اینا کمک میکنیم و خداوند خیر نصیبشان کنه. ماشاءالله جان رحیمی را خداوند از احسانات خود برش عطا کنه و بازم تشکری میکنیم ازشان. لالا جان ما از طرف ماشاءالله جان رحیمی امروز براتون قالین، فرش، ترپال، کمپل، توشک آوردیم. انشاءالله حداقل با این
میشه یک سرپناه جور کو تا خدا مهربان است ان شاء الله باز دیگه کمکام براتون میرسه. از مارشال صاحب تشکر میکنم، مهربانی کردن، خانهشون آباد، خود عجبت برشان بیت خانهشون آباد، واقعا دق ما مردم لطف بزرگ کرده واقعا کردن، تشکر واقعا سپاسگزاری میکنم، ممنونم، قربان شما باشه، سلامت باشی. و نگفتن همونه که اینا چهار فامیل هستن و ما خبر نداشتیم که اینا چهار فامیل هستن، ما فکر میکردیم که اینا یک فامیل هستن، ما به او خاطر امروز به یک فامیل آوردیم و انشالله در برنامه بعدی به فامیل های دیگه هم کمک میکنیم. و بازم جا دار تشکری بکنیم از ماشالله جان رحیمی از سیویس که به این خانواده کمک کردن. تا با آخر برنامه با ما همراه باشین، میریم و امی فرش و قالین و توشک برشان تقدیم میکنیم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. پدر جان بیام از طرف ماشاءالله جان رحیمی برادر ما سیبیس برتان امروز قالین سه تا کمپل فرش ترپال و توشک برتان تقدیم میشه. خداوند خیر بتیشان، جا دار تشکری بکنیم ازشان، خداوند خیر نصیبشان بکنه که امروز یک سرپناه یک چیز ناچیز به این فامیل کمک کردن، خداوند در سرشان برشان کمک کنه. تشکری باید ماشاءالله جانیم، تشکری میکنم خانه آباد، واقعا ممنون، سپاسگزاری میکنم، فقط اینو میگم برشان خداوند عجبتشانه خانه آباد، خدا برکت زندگی مالشان به تیله پروردگار هیچ وقت خار نشوند. تشکر، سپاسگزاری میکنم، مهربانی که واقعا سپاس مهربانی کردن، تشکر، سلامت باشین، بخیر باشین، مهربانی کردن، تشکر، ممنون، بخیر. مادر جان شما چی گفتنی دارین؟ ما بسیار بسیار از دست شما خوشحال شدیم چون که هیچ چیزی نداشتیم. خدا جان برای شما کمک کنه، برای کسی که کمک کرده خداوند برش کمک کنه. آمین. خداوند الهی اجرشان بده. آمین. الهی پروردگار آخرتشان پروردگار خوب کنه که برای ما خوب کرد. الهی در جنت برای شما باشه. آمین. الهی پروردگار خدا از شما راضی باشه که برای ما این خوبی را کرد. تشکر. سلامت باشین. و بیننده عزیز این بود برنامه امشب که تقدیمتان شد. تا برنامه فردا شب شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.